رئیس شورای علمای ولسوالی کشک سنگی در نامه ای از آلمان دینی این خواسته در خطبه های نماز جمعه درباره اهمیت و فواید اقتصادی پروژه تاپی برای مردم تبلیغ کنند. از سوی آلمان دین ولسوالی و کشک از مخالفان تفنگدار حکومت میخواهند به پروژه تاپی آسیب نرسانند. در همین حال رئیس ارشاد حج و اوقاف هراد نیز از آلمان دینی می خواهد در مورد اهمیت پروژه های انکشافی به ویژه پروژه تاپی به مردم آگاهی دهی کنند. حسینی خواه گزارش می ده. مولوی عبدالقنی جمشیدی رئیس شورای علما و مدیر ارشاد حج و اوقاف ولسوالی کشک روبات سنگی هرات با صدور این اطلاعیه از آلمان دینی این ولسوالی خواسته در خطبه های نماز جمعه در مورد اهمیت پروژه تاپی برای مردم سخنرانی کنند از آنجایی که از ولسوالی کشک روبات سنگی وارد میشه پروژه از خطبه های کرام در نماز جمعه دیروز درخواست کردیم و اطلاعیه دادیم که باید در نمازهای جمعه از پروژه حمایت کنن و مردم را بفهمانند از منفعت از, از پروژه و از عمومیت پروژه از سوی هم شماری از آلمان دینی ولسوالی کشک ربات سنگی با حضور در ریاست حج و اوقاف هرات از عملی شدن پروژه تاپی پشتیبانی کرده و از مخالفان تفنگدار حکومت میخواهند به این پروژه آسیب نرسانند ملت ما ملکی و نظامی و هم افراد که در هاشیه ها قرار دارن اینا در کنار هم دیگر انیمی خانه جور بکنند بسازند که آینده از اونا تأمین بشه حتی برای مخالفین مسلح پیام میدن که چون این ای پروژه یک پروژه آمول منفعیه کشا باشن که این به نفع هم مردم هست کدام خدشی از کدام طرف بی وارد نشه در همین حال رئیس حج و اوقاف هرات آسیب رساندن مخالفان حکومت به پروژه های توسعه ای را نکوهش می کند و از آلمان دینی می خواهد در مورد اهمیت پروژه های انکشافی به ویژه تاپی به مردم آگاهی دهی کنند. منابر و همچنین در نمازهای پنج وقت برای مقتدیهای های خود و برای نمازگزاران در روزهای جمعه اهمیتی پروژه های اقتصادی از دیدگاه اسلام و تأثیر شگرفی که اینها در داخل جامعه ما از بخش های مختلف می گذاره کاملا بیان بکنند. مقام های محلی هرات می گویند در جریان روزهای آینده کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز می شود و قرار است بخشی از این خط لولوی انتقال گاز از ولسوالی کشک رباتسنگی در شمال ولایت هرات بگذرد.